میلاد رسایی منش فعال سیاسی از استکهلم همراه ما شده. خیلی خوش آمدید آقای رسایی منش. در ابتدا میبینیم که گروه ها و مردم مختلفی اومدن فراخوان دادن برای اعتراضاتی که از امروز شروع میشه و قرار 3 روز ادامه داشته باشه و میخوام بدونم که ارزیابی شما از این فراخوان ها حمایتی که میشه در سطح جامعه چطوره؟ ببینید وقتی که نگاه بکنیم به این 3 ماهی که از این انقلاب زن زندگی آزادی، از این انقلاب زنانه میگذره، بقیده من یک المان مهم این انقلاب این هستش که ما از یک جنبش بالغ، از یک جنبشی که در حقیقت بزرگ شده و راهکارهای مشخص خودش رو یاد گرفته و پیرامون اون داره ارگانیک سازماندهی میکنه داریم صحبت میکنیم. این به چه معناست؟ امروز که نگاه میکنیم میبینیم که تشکل‌ها و گروه‌های مردمی و مستقل زیادی تشکیل شده در داخل و خارج از کشور. ما این رو شاید تو قبل از همین 3 ماه، یعنی در همین بازی 3 ماه اگه قبلش رو نگاه بکنیم، به این شکل ما سازماندهی از جانب خود مردم در داخل کشور و بعضن در خارج از کشور رو نمیدیدیم. من بیانیه رو دیروز نگاه میکردم از مجموعه از جامعه همجنسگرایان LGBTQA که در حقیقت در اون بیانیه اشاره شده که ما خودمون رو بخشی از این انقلاب میدونیم و بنا به این بیانیه فراخوان میدیم به LGBTQA همجنسگرایان که به این انقلاب بپیوندن، که شاید بی‌نظیر هست این فراخوان و این حمایت در مقایسه با به حسب سوخت و ساز سیاسی قبل از انقلاب زنانه، قبل از انقلاب زن زندگی آزادی. آتیست ها من میبینم، مجموعه نهادهای اکس مازلم الان امروز از این فراخوان ها دفاع میکنن و اومدن پای اینکه برسر این انقلاب رو هرچی بیشتر رادیکالیزه بکنن. به همین اعتبار میخوام بگم که ما با یک پدیده جدیدی در فضای سیاسی ایران در حقیقت مواجه هستیم، به این معنا که مردم راه خودشون رو پیدا کردن. انواع و اقسام تشکل‌ها و گروه‌ها امروز وارد میدون شدن، از زنان، کارگران، جوانان، هم جوانان محلات تهران رو شما نگاه بکنید تا گروه‌های دیگه که من مثال زدم دو نمونه‌شو، آتئیست‌ها و همجنسگران. این نشون دهنده یک جنبش بالنده، یک انقلاب مردمی هست که میره جامعه رو شخ بزنه و به نوعی حاکمیت رو سرکوب بکنه، یک حکومت رو به قدرت برسونه که همین اقشاری که امروز کمیته‌ها و سازمان‌های خودشون رو تشکیل دادن به عنوان شهروندان متساوی حقوق در ایران حقوقشون متضمن بشه. به همین اعتبار از یک جنبش به نظر من بقایت زنده و پویا ما امروز داریم صحبت میکنیم. بله، 3 ماه از کشته شدن مهسا امینی خوب گذشته. شورای ضد حکومتی شبانه هم میتونیم ببینیم که همچنان فریاد میشه. تحلیل شما از این اعتراضهای شبانه و پیگیری اینها چیه؟ خب ببینید، در پروسه انقلاب مردم برای پیشبرد مبارزاتشون دست به خلاقیت‌هایی می‌زنن بسته به نوع واکنشی که حاکمیت نشون میده، که ما می‌بینیم دست به سرکوب‌های بسیار وحشیانه اینها زدن. خب مردم سعی می‌کنن اون متد‌هایی که در عین حالی که میشه مبارزه رو پیشبرد کمتر هزینه داره رو انتخاب بکنن. این رو اجازه بدید قبلش بگم، ما از یک وضعیتی صحبت می‌کنیم که این وضعیت برای مردم قابل تحمل نیست. چرا حکومتی که چنین جنایت می‌کنه، چنین در حقیقت بی‌حقوقی مردم رو فرموله میکنه و تبدیلش میکنه به قانون، یک نوع آپارتاید علیه زنان در اون مملکت را انداخته، برای چی باید مردم این حکومت رو تحمل بکنن؟ چطور میتونن این حکومت رو تحمل بکنن؟ هر چقدر که اینها هم جنایت بکنن علیه مردم، اعدام بکنن، سرکوب بکنن، این مبارزه به اشکال مختلف، مشخصا به اشکالی که حکومت نتونه مردم رو سرکوب بکنه، کمتر بتونه دستگیرشون بکنه، کمتر بتونه در حقیقت جنایت علیهشون مرتکب بشه، این مبارزات رو پیش خواهند بود. شعار دادن های شبانه ضمن این که به مردم یادآوری میکنه که این انقلاب زنده است، به مردم دل و جرأت میده و امید میده، یک متد خشونت پرهیز است که بقیده من در این مقطع بسیار به کمک مردم و انقلابیون میاد. متشکرم از توضیحاتتون. میلاد رسایی منش فعال سیاسی از استکهلم.